سلام به بینندگان گرامی رادیوی آزادی. امروز 29 ایون است و ما در این نشر سرخط خبرها از ستایش پوتین درباره مهاجران تاجیک و ملاقات هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان در دوشنبه میگویم. در ادامه درباره کمبود پول و نوبت پایی در بانکمات ها و تلاش یک پدر برای تحقیق کشتار دخترش با 26 ضربه کارد صحبت خواهیم کرد. پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سهم مهاجران تاجیک را در اقتصاد این کشور مهم خواند. ضمن ملاقات امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در دوشنبه در برابر موضوع های دیگر همچنین درباره مهاجران هم صحبت کردند. بنابر نوشته سامانه پریزیدنت روسیه، پوتین مهاجران کاری تاجیک را پول دوستی بین دو کشور نامیده است. این توصیف پوتین در حال است که مهاجران زیادی از مانعه و مشکلات در کار و زندگی خود در روسیه شکایت میکنند. مهاجران میگویند بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین و تحریم های غرب کار و زندگی در این کشور برایشان مشکل تر شده است. به اطلاع رسمی در نیم سال گذشته بیش از 60 هزار مهاجر تاجیک از روسیه برگشتند که دو برابر بیشتر از نشان دادی سال گذشته بوده است. مقامات تاجیکستان کاهش مهاجرت را به کم شدن تعداد اهالی جوان در کشور ربط می دهند. ولادیمیر زیلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از سازمان ملل خواست دبیر کل این سازمان و یا مخصوص خود را به محل حمله موشکی به فروشگاه شهری کرمنچوک بفرستد. زیلنسکی گفت که به سازمان ملل امکان خواهد داد مستقلانه اطلاع جمع آورده و ببیند که در واقع آنجا حمله موشکی صورت گرفته است. رئیس جمهوری اوکراین در این باره ضمن صحبت آنلاینی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل روز 28 ایون گفت. نشست اضطراری شورای امنیت با دعوت کیف و بعد از حمله روز 27 ایون صورت گرفت که در نتیجه آن 18 نفر کشته شدند. وزارت دفاع روسیه گفت فروشگاه را هدف نگرفته است و ترکش موشک در انبار اسلحه در شهر کرمنچوک سبب آتش گرفتن فروشگاه شده است. مسکو بر دروغ ادعا کرد که فروشگاه در زمان حمله کار نمی کرد. ساکنان برخی از منطقه های تاجیکستان از کمبود پول در بانکمات و شعبه بانک ها شکایت می کنند. کاربر با ارسال نوار از ناحیه همدانی می گوید سه روز باز مردم نمی توانند مبلغ های فرستاده نزدیکانشان از روسیه را سری وقت بگیرند. امروز 29 ایول است، ساعت با وقت تاجیکستان 9:55 دقیقه می باشد و ببینید که آدمان چقدر نوبت پایی میکنند. مدت سه روز است که صدها آدمان نمی توانند مبلغ های فرستاده نزدیکان و پیوندان خود را به دست بگیرند. در نوارها دیده می شود که مردم برای گرفتن پول پشت دری اوریون بانک و بانکمات اسخطا نوبت می پایند. مسئولین و مشتریان سبب را نبود پول در بانکمات و شعبه ها گفتند. یک نماینده بانک اسخطا به رادیوی آزادی گفت امروز بانکمات ها را با پول تامین می کنند و مشکل رفع می شود. بیننده عزیز، در محل زیست شما وضع چگونه است؟ می توانید معاش و یا پول فرستاده نزدیکانتان را سری وقت بگیرید؟ در زیر همین برنامه نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید. و والدین این مادر جوانی که شما میبینید بیشتر از یک سال است در جستجوی به گفته خودشان حقیقت و یا پیدا کردن قاتل دختری خود سرگردان هستند. جسد مناره عبدالفتاح را ماه ایون سال گذشته با بیش از 20 ضربه کرد پیدا کردند. مفتشان گفتند که او خودکشی کرده است. پدرش میگوید این گپ دروغ است و میخواهد اگر قاتل بود پیدا کرده شود و جزا بگیرد. مفتش نایه فیض‌آباد گفت که او جین داشت. و یا گفت جین داشت، من چه جین داشت؟ تو در کجا خوندگی گفتم؟ تو مکتبی عالی خوندگی یا که یکان پیش یکان ملوز دست گیفتگی؟ بیننده عزیز، گزارش کامل درباره سرنوشت مناره عبدالفتاح را در برنامه خبری تقدیم شما میکنیم که رسا سه ساعت بعد آغاز میشود و برای همین برگشتن به کانال ما را فراموش نکنید.
در شهر دوشنبه مذاکرات نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان در باره سرحد به پایان رسید. واخوری هیئت ها از 21 تا 26 ایون گذشته است. در پایان جلسه پروتکل به امضا رسیده است ولی محتوای آن افشا نشده است. قرقیزستان و تاجیکستان 970 کیلومتر مرزی مشترک دارند که بیش از 500 کیلومتری آن فقط مشخص شده است. این مشکل هم بعضن باعث سرزدنی درگیری میان ساکنان دو کشور می شود و مناقشه ها بعضن با خونریزی انجام می یابند. و دادگاه شهری بیشکک الماسبیک اوتامبویف رئیس جمهوری سابق قرقیزستان را که به برانگیختن تظاهرات خشونتبار در سال 2020 متهم شد، عاری از گناه دانسته است. دادگاه گفته است ادعاها درباره او و شش همراه دیگرش در بی‌نظمی‌های عمومی متهم شدند ثابت نشد. پیشتر از حکم دادگاه در روز 28 ایون دادستان‌ها تقاضا داشتند که الماسبیک اوتامبویف به 12 سال زندان و همراهانش از 7 تا به 9 سال زندان محکوم شوند. الماسبیک اوتامبویف را سال 2020 با گناهی رهایی غیر قانونی یزید باتوکایف یک جنایتکاری با نفوذ بدنام در قرقیزستان به 11 سال زندان محکوم کرده بودند. تظاهرات ضد حکومتی در ماه اکتبر سال 2020 بعد انتخابات پارلمانی صورت گرفت که چون بسیاری ها می گفتند در آن تقلبی زیاد شده است. و بینندگان عزیز، چون معمول در این لحظه های برنامه از قربی اسعار در تاجیکستان میگویم. امروز 29 ایون بانک ملی قربی 1000 روبل روسی را 177 سومانی و 2 درم تعیین کرده است. یک دلار امروز 10 سومانی و 55 درم و یک یورو 11 سومانی و 11 درم مقرر شده است. در بانک های تجارتی ممکن است پول های شما را با قربی دیگری عوض کنند. سپاس از شما برای همراهی. بیننده عزیز، سرخطی خبرها را اینجا به پایان میبریم ولی خداحافظی نمیکنیم. شما را بعد از 3 ساعت در برنامه اخبار انتظاریم.